اولین گرد همایی نقش رسانه های بین المللی در پوشش زیارت های میلیونی در حرم مطهر امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا برگزار شد. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. مرکز بین المللی رسانه ی حرم مطهر امام حسین علیه السلام اولین گرد همایی رسانه ی بین المللی را تحت عنوان نقش رسانه های جهانی در کوشش زیارت های میلیونی با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه و رسانه های عراقی برگزار کرد. دکتر علازیاءالدین معاون تولیت حرم مطهر امام حسین علیه السلام در سخنانی که در این گرد همایی ایراد کرد گفت رسانه ها امروز نقش مهمی در انتقال اخبار و تصاویر و شکوه و عظمت اجتماع های عظیم میلیون ها زائر امام حسین علیه السلام را ایفا می کنند. وی در ادامه افزود امروز کربلا شاهد نورافشانی و تلألؤ بی نظیر از شکوه و عظمتی است که با حضور میلیون ها زائر تجلی می یابد و اعتبار عظیم و شکوه و منزلت آن با حضور میلیونی مشتاقان حسینی در شهر کربلا پدیدار می شود. لذا دنیا باید بداند که در کربلا چه گذشت و چه ظلمی که در این شهر نسبت به حق اهل بیت علیهم السلام رخ داد که امروز این گونه میلیون ها انسان مشتاق را به سوی آن سیلاسا رهنمون می نماید. دکتر علازیاءالدین همچنین گفت چگونگی انتقال رسالت و پیام بزرگ و انسان دوستانه امام حسین علیه السلام به همه ما بستگی دارد که در این وظیفه مبارک و همگانی آن را به نحو شایسته ای انجام دهیم، چرا که نام و یاد امام حسین علیه السلام زنده است و در وجدانهای مردم آزاده باقی خواهد ماند و ما می توانیم از این سرمایه و ذخیره بزرگ برای تضمین آزادی و تضمین اصول شایسته انسانی و حقوق بشر در دنیا بهره ببریم. همچنین در این گرد همایی حیدر المنکوشی مسئول مرکز بین المللی رسانه ی حرم مطهر امام حسین علیه السلام گفت هدف از برگزاری این گرد همایی به دلیل اهمیت ویژه است که میلیون ها زائر همه سال مشتاقانه به این سرزمین مطهر روی می آورند و میزان تأثیرگذاری و اهمیت فراوان رسانه های بین المللی در انتقال پیام حسینی و شکوه و عظمت این اجتماع های بی نظیر به جهانیان بر کسی پوشیده نیست. المنکوشی ادامه داد این گرد همایی شاهد میزبانی تعدادی از مؤسسات رسانه‌ای بین المللی و داخلی و همچنین اساتید متخصص در امور رسانه‌های بین المللی می باشد. وی با اشاره به اینکه در حاشیه این گرد همایی همچنین برگزاری یک نشست پژوهشی در دستور کار بوده افزود طی این نشست پژوهشی اهمیت نقش رسانه‌های بین المللی در انتقال اخبار زیارت‌های میلیونی و همچنین انتقال جلوه‌های زیبایی که در خلال این رویدادهای عظیم از جمله در اربعین حسینی همه ساله در حال رخ دادن است، از جمله به تصویر کشیدن و توصیف روند همزیستی مسالمت‌آمیز اقشار مختلف انسانی در کربلا پرداخته شد و این ویژگی که چگونه این شهر میلیون‌ها نفر زائر را سالانه از کشورهای مختلف جهان به خود جذب می‌کند مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.